خب چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم میخوایم حالا دیگه خواص موادمون رو بهبود ببخشیم بهتر کنیم انسان ها بچه ها از قدیم در جستجوی روش برای تولید مواد مفید و سودمند توی زندگی بودن مثلا چیکار میکردن؟ مثلا با افزودن مقداری آهک به گل باعث افزایش استحکام اون میشدن و از این رو تو ساخت بناهای خشتی ازش استفاده میکنن پس خشت و چه ها چطوری تولید میشه؟ بله با افزودن آهک به گل که باعث استحکامش میشدن و خشت درست میکردن کربون بچه ها نافلز سیاه رنگ و نرمش مثلا شما تصور کنید زغال زغال که نرم هست و وقتی اون رو روی کاغذ یا سنگ میکشیم به آسونی لای نازکی ازش جدا میشه به کاغذ و سنگ میچسبه و به اصطلاح میگیم خط کشیدیم روش روی سنگ یا کاغذ با زغال خط میکشیم خب حالا ما از کربن برای تولید مغز مداد استفاده میکنیم اما چون خیلی نرمه مشکلاتی توی ساخت مداد و نوشتن باهاش ایجاد میشه پس چیکار میکنن که استحکام بهش بدن بله میان با افزودن مقداری خاک رست به کربن باعث سخت شدن بیشتر اون میشن هرچه هم مقدار خاک رست بیشتر باشه سختی مغز مداد هم بیشتر میشه پس اینا سوالاتیه که میتونیم بپرسیم مثلا برای استحکام بخشیدن به کربن چیکار میکنن یا برای استحکام بخشیدن به گل چه کاری انجام میدن خب بچه ها ما میتونیم خواص فلز ها رو هم بهبود ببخشیم چطوری؟ میتونیم یک یا چند ماده شیمیایی به فلز ها اضافه کنیم و خواص فلز ها رو بهبود ببخشیم بهترش کنیم که در این مورد در مورد فلز ها وقتی با مواد دیگه مخلوطش میکنیم آلیاژ تولید میشه پس آلیاژ چیه بچه ها؟ آلیاج ها مواد جدیدی هستند که اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست میان چرا گفته اغلب چند تا فلز رو با هم مخلوط میکنن چون گاهی وقتا فلز رو با نافلز ها هم قاطی میکنن مثلا آهن رو با کربن قاطی میکنن و چودن میسازن کربن یک نافلزه خب حالا چطوری آلیاش تولید میکنن بچه گفته برای این منظور فلزها رو زوب میکنن و با هم مخلوط میکنن. که در اثر این عمل اتم های سازنده آلیاژ لابلای هم پخش میشن ببینید بچه اینجا